بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشین، روزتون بخیر. سلامت باشید. یعنی شبت بخیر در واقع. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید برادر عزیز. جناب انصاری، من اسم مستعار میگم، آخوندی هستم از ایران. آقای آخوندی، بفرمایید برادر عزیز. بعد میخواستم یه گلگی از شما بکنم. بفرمایید. شما اینقدر این ائمه رو میبرید بالا که اینا واقعا شدن شیعیان که میبرن، شما هم میبرید میشن بت. و خود حضرت علی در سرنامش قسم خورد که پاک نمیکنه. حضرت رسول خودش گره نشون داد، با دست مبارک خودش اونو خط زد. آیا این چی هست؟ اشتباه، گناه چیه؟ در صورتی که مربوط میشه به اصطلاح امامت و چیز اصول دین مربوط میشه، یعنی حضرت نبی و امامت و اینا، این چی حساب میشه؟ آخه چرا باید این کار رو بکنن و شما چرا باید اینو ببرید بالا؟ آقای آخوندی، برادر عزیز، اولا که در اونجا وقتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نمیخواد پاک بکنه، به خاطر نافرمانی نیست. ببینید، یکی میاد مثلا یک امری از الله و رسول رو سرپیچی میکنه به هدف نافرمانی، به هدف قبول نداشتن. اینجا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به خاطر محبتی که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشت و به خاطر اینکه ایمان داشت که محمد رسول الله هست، و مشرکین چی گفتن؟ گفتن ای محمد، اسم تو بنویس و اسم پدر تو رسول الله ننویس. این صلحی است که بین محمد رسول الله و سهیل ابن عمرو به نمایندگی از مشرکین. این کلمه رسول الله رو گفت، اگر بهش اعتقاد داشتیم که با تو نمی جنگیدیم، اگر اعتقاد داشتیم که تو رسول الله هستی با تو نمی جنگیدیم. لکن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اعتقاد و ایمان داشت که ایشان رسول الله هستند. به خاطر همین اینکه پاک نکردن و امر رسول الله را قبول نکردن به دلیل نافرمانی نبود، به خاطر عین فرمانبرداری بودین. این عین فرمانبرداری بود. منم همین خدمت شما عرض می‌کنم، میگم ایشون میدونه ایشون نبی خداست، چرا به خداوند قسم خورد که پاک نمی کنه؟ در فیلمش هم که تلویزیون ما گذاشت، بله، گوش میدید طرف منو یا؟ بله بله آقای آخوندی، بله واضح از حرف شما، بفهم. بله، در فیلمی هم که تلویزیون ما گذاشت، این جمله‌ای که به خدا قسم خورد و گفت و حضرت رسول سه بار تأکید کرد پاک کن که گوش نکرد. حضرت علی کم شخصیتی نبود، من اینو میدونم، درست. و ایشون قسم بخوره یعنی جونش بره، قسمش نمیره. و میدونست این نبیه، میدونست تو خونه این بزرگ شده، میدونست نون نمک اینو خورده، میدونست اصول دینه، یعنی یکی از اصول دین همین نبوته، درست. چطور یه هم میاد این کارو میکنه و بهش میگن اشتباه شد، ولی حضرت عمر رضی الله یه کاری رو میکنه میگن کافر، اون یکی یه کاری میکنه میگن کافر، اون یکی چج را میره میگن کافر. آقای آخوندی، برادر عزیز و بزرگوار، ببینید، یعنی ما اعتقاد ما مسلمان ها بر این است که غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بقیه انبیا طبیعتا دیگر هیچ انسان معصومی وجود نداره. علی هست، ابوبکر هست، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، عایشه، حفصه، همه اینها معصوم نیستن. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معصوم در تبلیغ و در دعوت و در رسالت هستن، و گاهی اوقات اگر از ایشون اشتباهی هم سر زده، چون توسط وحی کنترل می شدند، همون لحظه همون ثانیه
الله سبحانه و تعالی این اشتباه رو تصحیح کرده. غیر از رسول الله که با وحی ارتباط ندارن امکان دارن اشتباه بکنن. ما هیچ وقت مرتبه و مقام صحابه رو چه علی باشه یا غیر علی باشه از آنچه که هستن و بودن بالاتر نبردیم. میدونم این حرف شما درست. ببینید من نمیخوام توهین بکنم، خدا شاهده نمیخوام توهین بکنم، ولی مثلا خود حضرت علی با جنگی که با معاویه را انداخت، این جنگش باعث شد که حالا کار با جنگ جمل ندارم، اون زودتر بود، ولی جنگ با معاویه باعث شد اسلام 5 شاخه بشه. ایشون که 30 سال صبر کرده بود، تو خونه نشینی کرده بود، یعنی ایشون درایت و فکر و مدیریت یه خلافت رو نداشت. ایشون نمیتونست بره 4 نفر دستگیر کنه بیاره بگه بابا اینا قاتلای خلیفن. میدونید من چی میگم؟ میگم خلیفه رو کشتم، نه آدم عادی. درست. و ایشون هیچ کاری اصلا اسم نبرد، اصلا نگفت من انتقام میگیرم، نگفت من قصاص میکنم. به زور شمشیر رفت کوفیان و با ایشون بیعت کرد، فیلم نشون داد مالکش کرد، رفت شمشیر گذاشت که بگوی شبه یا روزه. ببینید خود شیعیان دارن اینو میگن تو کتاباشون، ما نمیگیم، اونها میگن تو کتاباشون گفتن با شمشیر گذاشت بیعت کرد، بعد که حالا بیام بریم برای من به جنگی. کدوم آدم عاقل این کار میکنه میره به جنگه؟ بعدم ببینید یکی دوتا نیست، من میگم بالا نبرید به خاطر اینه، زمانی که مالکشتر به 10 قدمی معاویه رسید برگشت گفتش که من با 10 ضرب شمشیر معاویه رو سرش رو جدا میکنم. پیغم پیک اومد گفت مالکشتر نکن این کار رو، حسنه این رو دارن میکشن اگر بخوای سر حضرت معاویه رو جدا کنی. اینجا چی نشون میده؟ یعنی اسلام و فدای بچه هاش کرد. خب بچه هاش سرشونه میبریدن، معاویه هم حضرت معاویه هم سرش قطع میکردن، همه هم زیر بال پر علی میشدن. ببینید اشتباه یکی دوتا نیست که من بخوام بگم من دشمنی دارم یا من چی، اینا حرفای من نیست آقای انصاری. من خدا شاهده برنامه شما رو میبینم، خیلی دوستتون دارم. من اصلا حرفای من نیست، من اینا فیلم هاییست که نشون میدن، کتاب هاییست که نوشته شده، من حرف خودشون رو به خودشون دارم میزنم. همین آقای آخوندی که طلبه است که من اسلام گشتم آخوندی، همین میاد تو برنامه همین حرفا رو به نفع علی میزنه. درست. تشکر میکنم. اشتباه یه بار. درست. تشکر میکنم. شاخه شد دین اسلام. یه شاخه خود حضرت معاویه بود، یه شاخه خود حضرت علی بود، یه شاخه خوارج بودن، یه شاخه ام المؤمنین عایشه بود، یه شاخه هم بی‌طرف بودن هستن. تشکر میکنم. اونجا شروع شد اسلام از بین رفت. تشکر میکنم از شما برادر بزرگوار. الله مطالب ستون کنم. حالا من نمیدونم جوابی هست یا انشاءالله صحبت میکنیم. صحبت میکنیم در این مورد. انشاءالله. سلامتی باشه. خدا نگهدار. ولی خود تو رو خدا جوابایی بدید. تو رو چون دوستتون دارم منطق باشید. به خدا شما خیلی بزرگه و خیلی عالمی. جوابایی بدید که عقل من حقیر، من سنم بالاست. من حقیر تو این سن و سال عقلم بسنجه، بفهمه. چون من به شما گفتم من تمام حرفایی که زدم از رو حرفای خود اینا بود. جمله‌ای که اونا جا کرده بودن من بردم سر جاش. درست. باشه. در این مورد تشکر قیافتونم دارم میبینم که زیبا نگاه میکنین به من، خیلی ممنون. تلویزیون البته کمه. خدا نگهدارت. با خوش ببخشید معذرت میخوام. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. ببینید در این که اون اختلافات سبب چندستگی در بین مسلمان ها شد، در اینجا هیچ عاقلی شکی نداره. حتی وقتی که ما در بعضی از مصادر تاریخی داریم، چه در نزد اهل سنت و بعضی از کتب شیعه که حالا من دقیقا یادم نیست در کدوم کتاباشون ذکر شده، حتی سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه مانع شد از
رفتن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به جنگ صفین، یکی از سوالات مهمی که همیشه اهل سنت میپرسن، عموم مسلمان ها میپرسن از مدعیان تشیع، همین است که علی با معاویه جنگید، حسن با معاویه صلح کرد، کدوم اینها بر حق بودن؟ شما میگید که ام المؤمنین با علی جنگید، یا طلحه و زبیر با علی جنگید، معاویه با علی جنگید و مسلمان ها کشته شدن، یکی از اینها باید بر حق باشن؟ جواب ما قبلا هم این بوده که امکان داره دو گروه مؤمن با هم بجنگن، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی ذکر میکنه. پس دو گروه مؤمن امکان داره با هم بجنگن. در اینجا مسئله تکفیر نیست که ما یکشون رو کافر بگیم یکشون رو مسلمان بگیم. دو گروه مسلمان اجتهاد کردن با هم جنگیدن و در جنگ هم شینی تقسیم نمیکنن. در جنگ این گردن هاست که بریده میشه، دست و پا بریده میشه، انسان ها میمیرن، زخمی میشن، کشته میشن. اما با همین معاویه‌ای که علی جنگید، حسن باهاش صلح کرد، کی بر حق بود؟ اگر بر اساس منطق اینها ما فکر بکنیم، حوادث تاریخی این یک حقیقت است، نشان داد که کسانی که درخواست و به اصطلاح خواسته محاکمه شورشیان رو داشتن، درخواستشون درخواست به جایی بود، درخواست باطلی نبود طوری که بعضی ها فکر میکنن. چون اگر در اون زمان اونها می اومدن محاکمه می شدن، دیگه از بین همون شورشیا ابن ملجم نمی اومد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو در مسجد کوفه به شهادت برسانه. یعنی آغاز فتنه ها با کشته شدن سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه شروع شد، و اگر یعنی با قاطعیت جلوی فتنه ها گرفته می شد، این همه بدبختی امت با این بدبختی ها دچار نمی شد. ما می بینیم که در زمان سیدنا ابوبکر، در زمان سیدنا عمر، فتوحات اسلامی چقدر گسترش پیدا کرد. مسلمان ها تا اقصان و خاطر جهان رسیدن، سرزمین های بزرگی فتح شد، یک نوع آرامش و سکون در کشورهای اسلامی بود. وقتی که باب فتنه باز شد بعد از قتل سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، میبینیم که اختلافات داخلی، گروه خوارج که اومد و جنگ هایی که رخ داد، و طبعا اینها زائده اشتباهاتی بود که رخ داد، چه از طرف سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و چه معاویه. ما نمیگیم که اینطوری که شما فرمودید که همه تقصیر گردن حضرت علی بود، نه خیر، شاید معاویه اشتباهی کرده باشه، شاید سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اشتباهی کرده باشه، طلحه، زبیر، ام المؤمنین عایشه و خیلی دیگر از اشتباهاتی که وجود داشت، چون اینها معصوم نبودن، چون اینها معصوم نبودن. منتها آقای آخوندی و دیگر برادران عزیز و گرامی، وظیفه ما چی است در این زمان؟ الله سبحانه و تعالی در مورد امتهای گذشته چی میگه؟ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اینها امتهایی بودند که گذشتن، آنچه که کردن برای خود کردن، و شما آنچه که انجام دهید برای خود انجام میدهید، و از شما پرسیده نمی شود که آنها چه کار کردند. در زمان امام موسی کاظم میگن که گروهی اومدن و خلاصه با ایشون صحبت میکردن در مورد ابوبکر چه کار کرد و عمر چه کار کرد و کی بر حق بود و کی بر باطل بود. امام موسی کاظم نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک محاوره گفتگوی خیلی جالبی داره با ایشون. میگه از ایشون پرسید که آیا شماهایی که دارید در مورد ابوبکر و عمر و علی و طلحه و زبیر و عثمان اینا دارید صحبت میکنید، از جمله کسانی هستید که در آیه 8 سوره حشر الله سبحانه و تعالی در مورد آنها میفرماید که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ شما از جمله اونهایی هستید که این آیه در موردشون نازل شده که برای فقرای مهاجرین است، آنچه از اموال فی یا اموال غنیمت که گرفته میشه، کسانی که خارج شدن یا خارج کرده شدن از دیارشون و از اموالشون به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی و در جستجوی بهشت الله سبحانه و تعالی بودن، شما از اون جمله هستید؟ یعنی شما از جمله مهاجرین هستید؟ گفتن نه یا ابن رسول الله، ما از اون جمله نیستیم. گفت آها، پس حتما از جمله اون کسایی هستید که آیه 8 آیه 9 سوره حشر در مورد اونها نازل شده که شما جمله اون کسانی هستید که در مدینه
جای گرفتن و ایمان آوردن و کسانی را که به سویشان هجرت کردن دوست داشتن و در دلهای خود از آنچه به کسایی که هجرت کرده بودن داده شده بود احساس حسد و نیاز نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند. گفت یعنی شما از جمله انصار هستید؟ اینا گفتن نه یا ابن رسول الله، ما از اون جمله هم نیستیم. امام موسی کاظم در اینجا میگه و من شهادت میدم که شما هم از جمله اونهایی نیستید که آیه دهم سوره حشر در مورد اونها نازل شده. آیه دهم سوره حشر چی است؟ با هم ببینیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. و نیز کسانی که بعد از مهاجرین و انصار آمدند میگویند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهایمان کینه ای نسبت به کسانی که ایمان آوردند قرار مده. Allah 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 Allah